عزیز تلویزیون بهار، درودهای گرم نثارتان. امروز جشن برپا است، جشن نوروز، جشن بهار و بزرگداشت از سالی که پیش رو، سالی که آغاز شده، سال 1398 خورشیدی. اتحادیه انجمنهای افغانها در آلین این ابتکار را به دست گرفت و این جشن را برپا کرد. این جشن هنرمندای مختلف اشتراک داشتند و حرفای خوبی زده شد و به این ترتیب این روز رفتن به طرف از این که افغانها در کنار هم باشند و در کنار هم لذت ببرند از زندگی و به این ترتیب او سنت هایی را که از نیاکان ما به یادگار مانده او را به خوبی بتانن تجلیل بکنن و یادآوری بکنن و به این ترتیب این آغاز باشه تا دگه ها، یعنی نسل های بعدی، همین قسم این امانت ها یکی به دگه انتقال بتن. ما در سالون آرزو، سالون زیبایی که این جشن برپا شده بود، در اونجا هستیم. ما و همکار عزیزم فهیم دیندار تلاش خواد کردیم تا راپورتاجی را که شایسته این جشن است او را تقدیم بکنیم تا شما هم در این لذت شریک شوین و به این ترتیب از حداقل همو شادیانی را که اینجا وجود داشته درک بکنین و به این ترتیب تلویزیون بهار هم این تلاش داره تا تمام او برنامه هایی را که میتونه به فرهنگ ما مفید باشه به خوبی انعکاس بده و به این ترتیب حق و دین خدا ادا بکنن. شما را دعوت میکنم که به این راپورتاج از این محفل که چند قسمت در بر میگره توجه بکنین. بینندگان عزیز تلویزیون بهار، شما تماشاگر قسمت اول برنامه که از جانب اتحادیه انجمنهای افغانها در کشور شاهی آلن تدویر یافته بود می باشید. این برنامه مناسبت نوروز باستان و سال نو 1398 برگزار شده است. هزار سلام و تمام دوستا، هموطنا، مهمانای حاضر در تالار. امشب شب جشن نوروزی زیبای گلباران هلند است و مثل گلای لاله امروز هر یک مهمانای خودم میبینم و دیدم با لباسای قشنگ قدم هر یک شما را خیر مقدم میگم. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. هزاران هزار بهار در قدم های شما رنجه فرماید. من از شیری هر کدام شما گلهای زیبای بهار را میبینم و امیدوار هستم سال 1398 برای وطن ما سال پر از گلهای صلح باشد، آرامش باشد، خوبی ها باشد، خوشی ها باشد، تنها خوشی، صلح. دیگر برای وطن ما چیز دیگه کار نیست. ما و شما در دنیای راحت زندگی میکنیم و قدر کمبود این حالت را احساس نمیکنیم، ولی وقتی سر میزنیم به وطن خود ما وحشت زده دوباره برمیگردیم چه قدر امنیت و صلح ارزش دارد. الهی برای افغانستان عزیز و دوست داشتنی ما و برکت آغاز سال 1398 یک بهار خوش و آرام و پر از صلح و صفا عطا فرما. آمین. ما داریم برنامه جانانه امروز که به خاطر مقدم بهار 1398 است. هنرمند عزیز ما که همگی ما شما دوستش داریم و سنگ و لرزه در میاره، فرهاد جان شمس امشب برای ما شما هنرنمایی میکنن. من برای شما هستم یک آزیر پرگویی میکنم. هنرمندهای دیگه ما هستم که
رونمایی میکنن. ما سه‌تار داریم، رباب داریم، فرهاد جان شمس داریم و بخش دیگه برنامه‌ای که همش جالب است، قابل دیدن است، تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با افتخار مقدم قدم‌های خودتون یک کف بزنید. ما ببینیم دیگه ما مردم افغانستان آرام آرام به گوش میگم. گفتی غزل بگو چی بگویم مجال کو، گفتی غزل بگو چی بگویم مجال کو، شیرین من برای غزل شور و حال کو. پر میزند دلم به هوای غزل ولی گیرم هوای پر زدنم است بال کو، گیرم به فال نیک بگیرم بهار را. چقدر مخلوم میگم گیرم به فال نیک بگیرم بهار را، چشم و دلی برای تماشای فال کو. تقدیم چهار فصل دلم را ورق زدم، تقدیم چهار فصل دلم را ورق زدم، آن برگ های سبز سرآغاز سال کو. و در آخر میگم رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند، رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند، حال سوال و حوصله قیل و قال کن. شما سپری بشویید که با هم با دوستی ها با محبت ها دور هم زندگی کنیم و بهارای خوش را تجلیل کنیم. خوش آمده بهار 1398 مبارکتان باد. در آغاز برنامه که برنامه بهاری را آغاز میکنیم، آغاز سید حسن یکی از ستار نوازای مجرب وطن با شما که هنوز هیچ کسی آشنایی به چهره این جانانه نداره، یک کف جانانه بشت بکنید. از جمله استعدادها گنجهای پنهان ما هست. ما در عالم گنجهای پنهان داریم که یکی سید حسن آقا هست. امشب برای شما رهنمایی میکنم و طبل نواز جانانه ما که من نامشم پسان امروی فرادجان شمس میگیرم. ببینیم چی یک بچه جوان قشنگ خوشتیبتی. با افتخار شکم بزنیم، با افتخار آقا شکم بزنیم و نوازش های ستار آقا شیر عزیز با کنزران های خوبتان بدرکه کنیم. این شما این که در مندای عزیز بکنم.
بینندگان عزیز تلویزیون بهار، من در کنار خود هنرمند عزیز ما را فرهاد جان شمس دارم و از ایشان با ابراز سپاس که از راه دور تشریف آوردن و محفل امشب ما را به مناسبت نوروز و سال نو خوش رنگ ساختن. پیامشان را میخواییم بشنویم مناسبت سال نو و نوروز باستان. تشکر شما بینندگان عزیز، وطندارای نازنه و دردانی ما، سال نو برای شما، نوروز برای تک تک عزیزان ما، وطندارای ما، خانم ما، مادرها، پدرها، پسرها، خواهرها، بیادرها، همگی تبریک میگم، جای خوشی است و تبریک که از طریقه تلویزیون بهار تبریک میگم. صرف راست باشین، فراز شمس هستم، دعا میکنم همیشه خوشوقت باشین و با امید روزی که ما همی تو مجالس یا امی مصاحبه را بخیر در وطن خود داشته باشیم بقدرانه. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. من به نوبه خود بر شما سال نو تبریک میگم، برتان صد سلامت آرزو دارم. تشکر.
چقدر زیبا و نرم تبلا نواختن دستای تا نرمک برای بسیار قشنگ بود افتخار ما هستن آواسه هنوز با ما هستن جای نمیرین عجب یک آهنگ قشنگ را نواختن سرزمین من کی غم تو را سرود سرزمین من کی و تو جفا نمود سرزمین من یک کف بلند بخاطر امی محبت شد برشان بزنین ارزش بسیار چیزا را دارد تشکر از شما اینجا ما یک هنرمند بسیار بااستعداد و چوچگک مزمل جان عزیز داریم که اینا باید بیاین برای شما یک آهنگک بهاری بخوانن که یکی از آهنگهای بسیار دوست داشتنی خودم است که احمد ظاهر فقید سروده ایره میگه بهار از مزمل جان جانمی خواهش بستش بیم شما برشان کف بزنید بعد از مزمل جان ما برنامه ما ادامه داره فراد جان شمس حاضر هستن آمدن انشالله آهنگای بسیار مست و جانانه برای شما خواهد سودن اگر تو آرام باشید کف نزنید بسیار خراب میشه اینه من میخواهیم که نمیم کن تانه من میبینم من میخواهیم که همه گیه کف بزنن صدایش چرا خواهیم چه خیلی تو مقبول مهم میشن مقبول خودتان است بهار خودتان است جشن خودتان است خودتان مست نکنین دیگه حالتون نمیشه که من هم گفت بزنم هم شک شک کنم تشکر سلام جان چی میخواهیم تو اینجای فکرش آمد از احمد Oh,
تشکر جانم. محمد جان دوازده عزیز از شما یک بارم تشکر میکنیم. زحمت کشیدید لطف کردید. به مناسبت نوروز باستان و من اینجا در کنار خود عزیزان را دارم که آینده وطن و کشور ما را تشکیل میتن و ما از این عزیز خواهش میکنم که نامه که خدا برای ما بگویه. نام چیز دلبر؟ آریان. بسیار نام مقبول. چند ساله هستی؟ آخری. چی میخوایی بگویی؟ میخوایی بگویی سال نو تبریکی بدی؟ سال نو شما تبریک. آفرین. اوکی بریم به مزار ملا مامی جان سلی کلیلا. دوست عزیز نامکتان رو بگو برای ما. نرشاد. چند ساله هستی خودت؟ 8 ساله. آفرین. چی پیام داری برای سال نو برای بینندگان عزیز تلویزیون بهار؟ سلام مبارک هپی نیو ایر. حالا دیگه بالندیام بگو. خلک نیو ایر. تشکر. به خاطر اشگذاری از آمدن مهمانهای عزیز و افتتاحی برنامه توسط ولی جان شاپور صحبت خدمت شما تقدیم میشه که از آقای شاپور خواهش میکنم ریستش تشریف بیارن به افتخارشان کف بزنین و صحبت های شیرین آقای شاپور هم بشنوید. بگم من میشنوید شما. اول خوب من بهارم، بهاری که خودش برای هر یکی ما شماست. از نام رهبری اتحادیه انجمنهای افغانات عالم و از نام کسایی که به فرهنگ مردم افغانستان ترجیحیت می کنند از صمیم قلب تبریک عرض می کنم. بهار مثابه نوروز باستانی سرزمینی که مسعتش در گذشته ها گسترده بود، امروز هم در قلب کسانی که با فرهنگ مردم افغانستان سر و کار دارند جای بسیار ویژه و خاص دارد. نوروز در تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، کردستان و ده‌ها کشور دیگه که پیوند عمیق با فرهنگ آریانای دیروز رابط داشتن خجسته است. بنابر اساس اتحادیه انجمنهای افغانان عالم به نیز یک نهاد فرهنگی که مسئولیت خود میداند که از همچو برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مردم خود اجزگذاری کنم، شما را امشب دعوت کردم برای جشنواره فرهنگی جشن نوروز. ما در وضعیت نوروز تدبیر می‌کنیم که کشور ما در حالت آبستن تحولات سیاسی عمیق است. تحولاتی که سرگذشت انسانی زن افغانستان در محاسبه است. تحولاتی که هست بود جامعه افغانستان در طول 16 سال که با وجود آمده او زیر سوال است. به همون اساس نوروز امسال از اهمیت ویژه برخوردار است. اشگذاری گسترده از نوروز جواب دندانشکن برای کسایی است که میخواهند این روز را دفن کنند، همچنانی که در گذشته ها چنین کار انجام دادند. ولی امروز مردم افغانستان با تمام مشکلاتی که دارن نمیخواین آنچه که از گذشته های خود به میراث گرفتن با آسانی او را از دست بدن. همین اکنون در سنگر دفاع از شرف و عزت مردم افغانستان بهترین سربازهایی که از خانواده های خود دور هستن در دفاع از اون سرزمین هستن. ولی برعکسش در کنار دیگه از این حرکات ساختارها و سازمانهایی هست که میخواین ساختار را منهدم بسازن. به اون اساس ما مکلفیت داریم که این داشته‌های تاریخی را حفظ کنیم و در دفاع از اون ارزش‌هایی که ما در گذشته در 40 سال خون دادیم و در 16 سال اخیر هم کشور ما در حرکاتی هست که با مسئله کامل ناگزیر هستیم که به دفاع از ارزش‌ها باید قرار بگیریم و از اون دفاع کنیم. زیاد به وقت شما رو نمیگیرم. برای از اینکه ما تعهد کردیم که در برنامه امشب گپ بسیار کم باشه. آخرین سخنگوی برنامه من هستم. بعد از این شما و این استیج، این شما و فرهاد شمس و شما و امید برنامه فرنگی. این کار چکشک نکنم نگه قرار بخواهم.
خانواده آمدن است. قبل از اینکه خرابجان شمس بیاید، همی که پیش از اینکه افرادینا بالا شود در سالون داخل شود و کنسرت آغاز کنند، یک آهنگ از یه است که یک رقم شور برپا میکنه کمین همه گی به پای استقام شده. کدام آهنگش است؟ میگه
سایلا و سیستم از زودتر میر سال نو برای هم وطنان خود تبریک میگویم از صمیم قلب. تشکر. سلام برای هموطنان عزیز خود. خالده نورستانی صبح. سال نو سال بسیار سال صلح و سال پرصفا برای هموطنان خود از صمیم قلب تبریک که تهنیت میگم. ممنون. تشکر شما. مرزی نورستانی استم از شهر زوتومیر. سال نو برام اگه تبریک میگم. انشالله سال خوش برام و شما باشه. ما فرحت وایدی هستم. من بنابی خود سال نو برام میگم. از آنهای عزیز خود تبریک و تهنیت میگم. از عشق به پرهیز نگفتم با تو صد بار، با درد و غمش دست و گرگان میشگاهه سلام عزیزان، زهره پوپل هستم، یکی از افغانهای مقیم آلند. نوروز سال 98 به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. سال نو خوش آرام داشته باشین و امیدوار هستم که سالهای آینده در وطن ما صلح و صفا و صمیمیت برقرار شود. تشکر از توجهتون. مشکان سیاه عزیزم جان جان از دید خوابم میبرم بازم مکان مشکان سیاه عزیزم جان
افتلی هستم از نهاد همیاری زنای افغانستان. نوبه خود نوروز باستانی را سال نو به تمام هموطنان عزیز گرامی از صمیم قلب چی در خارج چی در خارج تبریک تنیت بگویم. امیدوار هستم که یک سال پر از صفا صمیمیت بدون دغدغه های جنگ و خشونت داشته باشیم، با همبستگی سرتاسری که چی در داخل چی در خارج هموطنان عزیز ما در زیر یک سقف آرامش با هم زندگی کنیم. آرزوی البته هر یک از هموطنان جنگ زده ما، خصوصا ما غربت زده ها است. امیدوار هستم که این سال نیکوی باشه برای تمام هموطنان عزیز ما، خصوصا با هموطنان داخل افغانستان که اونا هر روز در خشونت و در زیر بار کشتارهای ناحق دسته های خارجی هستند. و تمام هموطنان عزیز گرامی، این نوروز سال نو از خصوصا از نام نهاد همیاری زنای افغانستان مبارک باد میگم. در چون که نمو رو باری کنمی
نوروز بیا شاد دلانگیز بیا، نوروز بیا شاد دلانگیز بیا، از عطر گل و شگوفه لبریز بیا، اندیشه کور ناکسان ریز به خاک، از چنگ ستیز و کینه بگریز بیا. بیننده های عزیز تلویزیون بهار، مقدم بر همه و بیننده ها سلام احترامات خود را تقدیم میکنم. ما امروز تعدادی از هموطنان در کشور شاهی هلند در شهر بیفروای گرده هم آمدیم تا از سال خورشیدی خود تجلیل و بزرگ داشت به عمل بیاوریم. نیکو داشت از سال جدید میراث گرانبهای نیاکان ماست و این میراث بزرگ نیاکان خود را ما ارج میگذاریم و تجلیل میکنیم. بدین وسیله سال نو خورشیدی را با تمام بیننده های عزیز تلویزیون بهار و به همه هموطنان در داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار هستم سال جاری یک سال پر از صلح و صفا، صمیمیت و امنیت کامل در سراسر کشور عزیز ما باشه. بهار پر از فیض و برکت در فضای صلح و آرامش اینا استقبال بکنن. Thank you.
گرانو لیدونکو او گرانو اوریدونکو د نوروز لرغونی ورځ مو مبارک سه. په هلن کې د میشتو افغانانو د ټولنې اتحادیه نن چې د مارچ درویشتمه نیټه ده د آرزو پارتي سنتر په هوټل کې ډېر ښکلې او شانداره د نوروز برنامه مو دلته جوړه کړې ده. دا زموږ دوهم ځل دی یا د اتحادیې دا دوهم ځل دی چې دومره غټ او شانداره برنامه یې دلته یو ځای زموږ د ټولو افغانانو سره یو ځای جوړه کړې ده. او دلته په لسهاو تقریبا 1500 زموږ ګران افغانان سره راټول شوي دي چې موږ وکولای سو دغه ورځ یو ځای دغه سره یو ځای دا ورځ ونمانځو. امیدوارم چې دا ورځ ستاسو لپاره ډیره خوشاینده ورځ وي او ښکلې شپې او ښکلې لحظات زموږ سره ولري. بیا هم د نوروز لرغونی ورځ مو مبارک سه. خدای دې وکړي چې زموږ برنامه ستاسو په زړه وي.
سلام بر همه هموطنان عزیز، نوروز دوستان گران ارج، سال نو 1398 بر شما تبریک و تهنیت عرض می دارم. سال خوشی، سال پرمیمنت، سال ترقی، سال روشنی، نه تاریکی، سال رفاه و عدالت در کشور عزیز ما باشد. سال خوشبختی همه میهنان عزیز ما در هر کجای از کره زمین تشریف دارند، زندگی میکنند باشد. سالی باشد که همه ما شما در صلح و صلح عادلانه، در رفاه، عدالت، با همزیستی، برادری زندگی بکنیم و زندگی خود را با همی پیش ببریم. تشکر. شفیق احمدی، کشور هالند. قصه خدا کنم سر از دلم شدی خبر، مرد اول به خانم مفرمایش یعنی بیادر هموطنان عزیز، من دی جی فرید هستم از مان و امشب در لندن هستم در یک کنسرت فراد شمس گذاری از خاطر سال نو نوروز برگزار میشن و مام از طرف خود برای شما هموطنان عزیز سال نو تبریک میگم. خدا خوش آرام داشته باشیتان با فامیل و یک سال خوب و خوش و آرام و برتان میخوایم. Thank you.
سلام خدمت تمام دوستای عزیز، تقدیم میکنم ما پرنیان هستم و آمدن بهار و نوروز سال 1398 به تمام هموطنان عزیز ما تبریک میگم. امیدوار هستم سال پر از صلح و صفا و صمیمیت بین همه هموطنان ما باشه و تمام دوستای ما هموطنان ما در هر گوشه دنیا که هستن آرام باشن، خوش باشن و مملکت ما صلح و صفا و آرامش در مملکت ما حکم فرما شوه. با امروز همه ما به محفل آمدیم که انجمن اتحادیه افغانای آلند محفل به خاطر برگزاری از نوروز باستانی را گرفتن و همه ما امروز اینجا جمع شدیم. یک شب بسیار خوب است که از تمام کارمندان انجمن و اتحادیه تشکر می کنم. امیدوار هستم همیشه با موفقیت و همبستگی زندگی و یک جای همیشه باشیم و زندگی کنیم. بسیار زیاد تشکر از همتان. I'm going to come to my dad, right? Yeah, because I'm going to go to the ladies night
زکی هاشمی هستم و هم به نوبه خود سال نو بر تمام هموطنای نازنین ما چی در خارج و چی در داخل کشور، خصوصا به هموطنای نازنین ما که در داخل وطن است، برشان تبریک میگم و امیدوار هستم سال پیش رو یک سال مملو از خوشی، سعادت، آرامی و صلح بر تمام هموطنای نازنین ما باشه. دوستان دارم، خوش باشین. باز هم خاطر بیکار میمونم دیگه میگم چی بیشتر میکنم از جمله وصل رویت از جهان چشم است دلبرا گر قیامت قصه باشد من کجا بینم تو زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. بینندگان عزیز تلویزیون پربیننده بهار، درود بر شما باد. سال نو، بهار نو و نوروزتان مبارک و فرخنده باد. جشن نوروزی را امشب اتحادیه انجمنهای افغانا در هلند جشن گرفتند. محفل بسیار گرم، رقص و پایکوبی و آوازخوانی و جایتان خالی بسیار محفل زباست. روز و شبتان خوش بینندگان عزیز. بینندگان عزیز تلویزیون بهار، قسمتهایی را که شما تماشا نمودید، محفل بزرگداشت جانب اتحادیه انجمنهای افغانا در هلند تدبیر یافته بود.